این ویدیو میخوایم راجع به یه مسئله صحبت کنیم که توی کامیونیتی خیلی باش برخورد کردی Overrated, Underrated دو مفهومی که بسیار بسیار سادن و خیلی راحت اتفاقا توضیح داده میشن اصلا چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیستن برعکس حالا یه سری افراد عجیب و غریب کسشری که حالا بهشون میرسیم کامنت کسشری که اصلا گذاشتن این چند بخواسته ای من ولی کلا مفاهمی خیلی ساده این خیلی سادن Overrated و Underrated بیشتر فوکس روی اون توجه داره توجهی که به یک بند میشه اگه اون توجه بیش از اندازه به یک بند باشه و مردم حس کنن که اونقدری که باید لیاقت این همه توجه رو این بند نداره بهش میگن به اصطلاح overrated یعنی چی مثال میخوام بزنم فقط مثاله بعد حالا میریم سراغ نظر سنجی که من تو اینستاگرامم توی یوتیوب گذاشتم برای جواب حالا بنده ایام که بچه گفتن یه مقداری صحبت کنیم اینی که مثلا بندی که خیلی اسمش تکرار شد بین بنده ای اوریتد فای فینگر د بود که اتفاقا این نظری که حالا بچه توی ایران دادن یعنی توی کامیتی خودمون دادن چیزی که توی کامیونیتی انگلیسی هم خیلی اسمش تکرار میشه یعنی مردم فکر میکنن که اون قدری که داره به فایف فینگر دسپانچ توجه میشه اون خوب نیست و بندهای بهتر از فایف فینگر دسپانچ هم هستن که نه اون قدری صحبت میشه نه بهشون توجه میشه اورریتد بودن یک بند صرفا به معنی بد بودن اون بندم نیست یعنی اگه ما مثلا راجب به فلان بند صحبت میکنیم که آقا خیلی اورریتد معنیش نیست که اون بند بده معنیش اینه که قدری که مردم میگن خوبه خوب نیست یعنی یعنی صرفا یک جو رسانه عجب و شاید پشت اون بنده ای رسوندتش اینجا نه موزیکش یعنی در, در چارچوب خارج از موزیک این بنده که حالا رسوندتش به اینجا حالا مفهوم آندرریتد چیه آندرریتد ما موقعی به کار میبریم که یک بندی اونقدری که باید بهش توجه نشده داستان آندرریتد کلا به چند تا بخش تقسیم میشه و اینم بگم ببینید ما سینهای مختلفی داریم خب سین مختلفی توی موزیک داریم سینمای مختلفی کلا توی دنیا داریم به آدمای محبوب سلبریتی و اینا داریم در اون لول لف... تو باید مشخص کنی که در چه لولی داری این مفاهیم رو به کار میبری میدونم چی میگم مثلا من راجع به لورنا شو قبلا صحبت کرده بودم که آقا لورنا شو که میگن اوورریتد اوورریتد نیست چون مثلا اون قدری که مثلا داره بیو میگیره تو دل فایری که مثلا گایت همه جا راجع بهش کن کردن 34 میلیون بیو داره در که کلا کار کوسچر رپی که هستند داره ساخته میشه راحت 50 60 میلیون 100 میلیون ویو رو میگیره میگیرن میدونم چی میگم من در اونجا صحبت کردم ولی وقتی که خورد میشیم و میاییم توی داستان متال و میبینیم که چه بندهایی دارن کار میکنن و بین چه بندهایی رقابته اونجاست که ما داستان overrated و اون مفهومش باز هم عوض میشه میدونم چی میگم مقداری پیچیده است ولی نه اونقدری که حالا اونقدر اوورسینگ کنیم و فکر کنیم که آقا چیز عجیب و غریبیه میدم. یعنی تو باید مشخص کنی تو چه لیگی داری اینا رو به کار میبری و واسه یک کیا داری به کار میبری خب این یه داستانی وقتی که ما میایم سمت متال و سوالی مطرح میشه که به نظرتون کدوم بند overratedه ما فقط داریم سینو میبینیم فقط داریم سین متال رو میبینیم سینه متالی که اگه هر بندی ترکش به یک میلیون برسه معنی آندرریتد خودش از دست میده چون که هزاران بند در حال رقابتن هر ساله واسه اینکه موزیکشون رو به گوش طرفدارای متال برسونن و خیلی بنده اصلا بایکوت میکنن دو سال خیلی بند بندها بایکوت میکنن اسپاتیفای و تو اسپاتیفای کارشون رو نمیدن خیلی بند ها بایکوت میکنن خیلی از سرویس هایی که میتونن کمک کنه به شنیده شدن کارشون ولی صرفا چون که در یک کالتی در یک طرز فکری دارن جلو میرن صرفا توی سری از جاهایی که مخاطب سوپر هاردکور اونجا فعالیت داره کارشون رو منتشر میکنن که حالا یه پولی کمی هم به دست بیارن مثال بعد کم که مخاطبی که اونجا مثلا گوش میکنه وقتی که خوشش بیاد کارو میخره پس این چه اینجا ولی موقعی که ما این دوتا تا رو یاد گرفتیم آیا به این معنی است که هر بندی هر بندی که ما میشناسیم یا اوریتد یا اندرریتد یعنی هیچکی در جایگاه خودش قرار نداره مسلما نه این جوابش خیلی ساده است ما یه اصطلاحی داریم به اسم properly rated یعنی به درستی در جایگاه خودش قرار داده شده من تو شاید تلگرام امروز یه دونه کامنت گرفتم که مثلا که اوپف به نظرت در کجا قرار داره آندرریتد یا اوورریتد که من اومدم گفتم آقا این دقیقا در جایگاه درستی قرار داره یعنی اون توجهی که داره بهش میشه استحقاقش رو داره که اونقدر داره بهش توجه میشه به دو تا کامنت ما میرسیم که من میخوام راجبه این دوتا کامنت کم بیشتر صحبت کنم اولین کسخلی که, که ما بهش برمیخوریم توی کامیتی که من نمیدونم بچه اسم میکنم مثلا اگه با گوشی ویدیوها رو دارن میبینن گوشی مسلما تو کونشون میذارن و بعد ویدیو رو میبینن چون متوجه یه سری چیزا نمیشن اینی که ماندن میشه تعریف در Underrated خیلی سطحیه یعنی چی هر آرتیستی که شنونده نداشته باشه آندریتده ولی اگه بالای 100 کا داشته باشه آندرریتد نیست این دقیقا تعریف درست آندرریتد و اوورریتد یعنی تو فقط کافی تو اینترنت سرچ کنی این 100 کی هم داستانش چیه اینکه خود اسپاتیفای وقتی که میاد نظر سنجی میذاره تو توییتر تو جای مختلف میاد میگه که آرتیست آندرریتد معرفی کنید که زیر 100 ما سی لیسنر داره بعد موقعی داره این کامنت رو میذاره که اصلا کل سینه متال رو داره نگاه نمیکنه داره کلا سین موزیک رو نگاه میکنه یعنی یعنی هم موسیقی پاپ رو داره میبینه هم رپ داره میبینه هم ژانرهای مختلفی که در صدر مینستریم قرار دارن داره, داره می‌بینه. میدونم چی میگم میری توی بند کم کلی بند هست که اصلا پدر مادرشون هم اینا رو نمیشناسه ولی آهنگا رو پلی می‌کنی؟ افتضاح. خب این کسخلی که الان این متن واسه من نوشته دارم میگم من اسم میکنم واقعا گوشو تو کونشون میذارم یه سری آدما قرار نیست هر بندی که شنونده نداشته باشه کارش خوب باشه خیلی از بندایی که شنونده ندارن دقیقا به همین دلیل شنونده ندارن که کارشون خوب نیست و خروجی هم کلا توی ژانر متال خیلی منطق. منتشر میشه اینی. و مثل هر چیز دیگه ای یه سری از کارهایی که منتشر میشه شاهکارن ولی اونقدر به حقشون نرسیدن و ویوی ندارن بسیار سری کارهایی که منتشر میشه کوسچرا حالا اینکه مغز تخمی تو اینا رو نمیتونه هندل کنه و کلا همه چیزا داره صفر و صدی و با عدد داره میمینه دیگه یه جای دیگه ای قرار داره در حالی که خیلی از ها بندها با اینکه یک میلیون شنونده هم دارن ولی حقشون خیلی بیشتره پس دارن. این حرف سوپر کوسچریه این اساس سوپر کوسچره مخاطبای متال کلا تر به موسیقی دارن نگاه میکنن و هاردکورتر موزیکو دارن دنبال میکنن اینستین کلا مخاطب اینجوری تربیت میکنه اینجوری داره مخاطب رو میسازه و موقعی که تو کارت به یک میلیون ویو رسیده اینه که تو یه درصد زیادی از مخاطب هاردکور رو جذب کردی تو اون سین که باعث شدی تو بیشتر شنیده شی که مخاطب حالا مینستریم هم به سمت تو جذب بشه خیلی خیلی مفهوم ساده ای من نمیدونم فقط کافی که تو کامیتی یکم بگردی یکم پیش بری تا این مفهوم یاد بگیری نه اینکه پشت گوشید بشینی صرفا بگی این سلیقه ای منه و با هیچ کسی کلا در ارتباطم نباشی این قشنگ باعث میشه که یه همچین کسخلی باشی که با اعتماد بنفس بیای یه بنویسی مثلا چی کنیبال کورپس و بهیموس و آمان آمارس اینا همه شنونده هاشون بالای یک میلیونه و خب بازم آندرریتد من حس میکنم زیر پنج روزه که از همه متال آشنا شده همین همچین حسیو دارم میجوهنت یعنی اینجوری بهت بگم که مخاطبای هاردکور متال اگه یه همچین کوسچیری اتو کامنتیشون بگی میجونت میخورنت حالا توی اینترنت سایبر بولی میشی و نمیدونم حالا چه اتفاقی وثد بیفته هف. اون دمجی که سایبر بولی میده ولی اگه جلو روشانی همچی حرفی رو بزنی واقعا کاری میکنن که تو اسم و متال و بشنوی جیغ بزنی خیلی حواستون باشه راجبه کس چرا که راجبه این جان دارید میگید این دارم یه مخاطب کلا موسیقی متال کلا خیلی هاردکور تر به این موزیک داره نگاه میکنه یه هو واقعا یه بلایی سرت میاره که اسم پدر مادرت هم نمیشتسی بعدش خیلی خیلی حواستون باشه کلا راجع به نظراتی که دارید میدید توی سینما متال اینو خیلی جدی بگیرید این آدم تاکسی هم توش زیاده که بد بولیتون میکنه و ادامه کوس شعری که گفته ولی بله خب بازم اون ریتد چون سینما متال 80 درصد اسم اینها هم نشیده من اون سینما متالی که تو مد نظر تو رو گاییدم در همین لحظه و ببین این 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 کامنت رو این مخاطبت یه سری برنامه کوس شعری که میان مثلا یه سری بندایی که صرفا چون بابا مامانش یه سری آدم کسشر دورش نمیشناسن به عنوان آندرریتد داره میکنه تو مغز یه سری کسخل مثل این مخاطبش اینجوری آدم ها و اینها رو میسازن که اینا با اعتماد بنفس بیان کسچر تعبیر بدن و دارن زباله های متالیکا و میلی منسون و مگادس رو گوش میدن یعنی حالا متالیکا مگادس من تقی که پشتم بیاد ولی مری منسون رو نمیدونم من اینجا چه کار میکنه یعنی صرفا این سری کس و شهری که فقط تکرار میکنن متالیکا بده ولی تو کسکش بیا بگو چرا بده من اومدم گفتم آقا متالیکا رو دوست ندارم ولی اومدم گفتم صرفا سلیقه موسیقی منه که داره میگه متالیکا رو دوست نداره معنیش اینی که متالیکا بده زباله های مثل متالیکا متالیکا اگه نبود ما متال امروز نداشتیم اینو در جریانید که فاز این که مثلا ما خیلی خفنیم وقتی بیایم دو تا فوش خارمادر به متالیکا بدیم و من نمیدونم کی وارد این سین کرده ولی همونو گاییدم من خودم نه متالیکا رو دوست دارم نه مگادس رو دوست دارم ملی من یه تایم گوش میدادم ولی اصلا اینجوری نیست که من بیام بگم مثلا متالیکا اسم این بند اونقدر گنده است که نمیدونم کی به خودش جرأت میده بیاد متالیکا زباله هایی مثل متالیکا اینا رو فقط مخاطب هاردکور شین دلیل نمیشه آندرریتد نباشه اگه تو مخاطب هاردکور متالی که با هاردکوری رفتی کنیبال کورپسی که پرفروش ترین بند دست متال تاریخ رو شناختی چون مخاطب هاردکوری که من خار اون درکت از مخاطب هاردکور گاییدم یعنی صرفا اومده سه تا بندی و مثال زده که تو فقط باید راه بری توی دست متال که اینا رو بشناسی کنیبار کورپس به هیموس وقتی که تو قدم بذاری توی داستان دا متال هر لیستی رو تو نگاه کنی این ستا توش هست و اسمش مخاطب هاردکوره کس شیر، کس شیر. یعنی صرفا حق نظر ندید به خودتون و تو یه سری چیزا جدی دارم میگم این کا، کاملا اصلا باید با این داستان رفتار کرد یعنی من عشق میکنم اینا بولی میشن واقعیت کیف میکنم این سینه متال واقعیتش بعد اینا رو از خودش میرنجونه و دور میکنه کاملا آدم تاکسیک خیلی داره آدم تاکسیک کیری خیلی داره که حالا بعدا حالا بهش میرسیم به ولی اینکه تو با اعتماد به نفسی همچی کس رو بگی این اعتماد به نفس نمیدونم کجا بود یعنی قبل متال نمیدونم چی داشته گوش میداده احتمالاً ببین توهینی نمیخوام کنم مخاطب ها واقعیت چون من خودم مثلا حالا هر رو دنبال میکنم یه سری از موزیکال ها هر چند که ترند میشه منم مثل همه اوکی هم گوش میدم کاری ندارم ولی مخاطب رپی که با متال آشنا میشه در حال حاضر با اون طرز فکری که رپ رو دنبال کرده تو نمیتونی متال دنبال کنی آشنا شو یه تایمی یه کم دی... یکم وقت بذار کم تایم بذار آشنا شو با اینکه چه چیزهایی این بر مهمه چه مفهومایی این بر به چه شکلی داره واسه مخاطب تعریف میشه بعد شروع کن کوسچری گفتم چون وقتی با اعتماد به نفس همش کسچری بگی اینجا منم که جلو دور میام میام چه حرفی میزنم ولی تو کامیونیتیشون بری بد باد برخورد میشه من این هشدارو واسه دفعه چندمه دارم میدم تو این ویدیو بریم سراغ کسخل بعدی و, و بعد بریم سر بنده که بچه‌ها گفتم و روش بنده که گفتم یکم صحبت کنیم جالب بود کلا دو سه خیلی خفنم تو این نظر سندی شرکت کردن که حالا راجع به اونم صحبت میکنه. بریم کسخل بعدی اومده گفته که چاغال یعنی استیبلات آندرریتد نیست من نمی‌دونم چرا اسکل من باشم. الان استیبلات معروف‌تر یا تیلور یعنی مثال کسخار معلفارق کس خار و شب باورت نشه اینکه تو و پدر کسکشت استیبلاتو نمیشتنسید به این معنی نیست که ریتل باشه و با این چه ملاک کسشری استیبلات صدر داستان مینستیل به متاله صدر داستان مینستیل ترک میلیاردی پلی داره استیبلات میلیاردی پلی کدوم کیفیت آهنگشون بهتره راجب کیفیت آهنگ من دوستم بدونم با چه سواد موسیقی اولا یکی بیاد صحبت کنه راجب کیفیت موزیک و دوتا ژانری که اصلا هیچ جوره به هم نمیخورن و بیاد مثال بزنه پاپ و متال و نو متال حالا مگه قراره چون یک بند تو دهات نروژ اتمسفریک بلک هزار تو ویو نداره بگیم استیدونت اندریترد نیست آجی خیلی کستخوله اصلا اینو فقط جدی اینو اگه بوی جمعاتون دیدید که یه همچین حرفی داره میزنه اینجای لپشو بوست کنید فقط یعنی اصلا جوابشو جا ندید فقط اینجا اینجای لپشو بوست کنید و یکم دست به سر و کلش بکشید خوش متوجه میشه که چه کسیری گفته و مطمئن سمت جرمتون نمیاد یعنی انقدر این مسخره و مزخرف که حتی نمیخوام اونجور شرف بزنم بریم سر صحبتهایی که بچه های توی اینستاگرام و توی یوتیوب من کامنتی پست یوتیوب و یه پست توی یه استوری توی اینستاگرام بریم نظرات ها رو بخونیم اوکی از اینستاگرام شروع میکنم بنده که گفتن به عنوان بنده اوریتد موشل سیم وایت هاپی که من چون میدونم هادی اینو گفته و بچه دیسکورده که اینجا من کامنت دیده بودم و این که تو بگه و تو یوتیوب اومده گفته که بچه ها سرم ولی واقعیتش من خودم میرزم سر موقعی که تو دیسکورد ببینمت مطمئن میرزم سر سر اینکه برزون گفتی و بریتی واقعیتش اگه نبود برای نداریم Five فینگر Death Punch, چون از آلبوم 91 بیش از سی سال میگذره و آورد ویژه گروه تا همین آلبوم بوده و باعث شده اکثرا تو گذشته گیر کنن ربطی نداره واقعیتش یعنی واقعیت متالیکا رو تو نمیتونی اوورریتد حساب کنی یعنی به شما من... من اصلا دوستش ندارم من اصلا متالیکا نمیتونم گوش بدم یعنی اصلا سلیقه‌م هیچ‌وقت برخوردم نمیکنم متالیکا ولی دارم میگم تأثیری که داره میذاره و کارش رو موسیقی کرده متالیکا یعنی یعنی کارایی که باید میکرده رو انجام داده و حقش هم هست که این همه طرفدار داره و اینجوری داره استیج پر میکنه میهم استیبنات متالیکا کریدر آف فیلز این کریدر آف فیلز رو منم خیلی هستم اینو واقعیتش یعنی من اینو خودم به عنوان یک بند بسیار اوبریتد میدونم کریدر آف فیلز رو واقعا خروجی هایی که داره میده اصلا در حدی نیست که این همه توجه بگیره اصلا کریدر فیلز بیشتر بندیه که خارج از چارچوب موزیک خیلی کمکش کرده که به اینجا برسه بله یه سری کشی که قبلا داده پنترا پنترا رو من خیلی توی کمیته انگلیسی گفتم پنترا و خیلی جالب بود واسه استیبنات بهیموس گادس رو دوست دارم ولی از سمت وکال جالب نیست این نظری که دادن نظرات خیلی هست خیلی واقعاً واقعا وکال دوانستین و وکال کسشیر و موزر و مسخره ای میدونن دای واتین لورناشل چلسی گیرین و دو تا بند دسپتالی که دارن سینو پیش میبرن تو مدل دسپتال 100 استاب بونز که واقعا بند خوبی من نمیدونم چجا اووریت حساب میشه داره این پیش میبره واقعا یه بندی که همیشه من اوور میزنم موقعی که میخوام اسمشو بخونم نمیخونم اسمشو بیم ویدو سیستانفدان، سیستان فدان، سیب توکن، پاروچ، رامشتاین رامشتاین رو واقعیت منم جز اووریتد میدونمش مخصوصا تو ایران من مخصوصا تو ایران یعنی انقدر تو ایران به عنوان خود های متال این کسچه رو به لقبای کسچه بهش میبندن کسان کسچه رو میلی منسون، متالیکا، متالیکا زیاده پشمان گوجیرا یکی گیتاریست خیلی خفناله، آره نمیگم به خاطر اینکه توی انونیموس مسج گفته ولی یکی گیتاریست خفن گفته که گوجیرا و واسه خیلی جالبه گفته گوجیرا حالا ببینمش راجع به صحبت میکنم میهم بیم دو هورایزن اون یکی گیتاریستی که گفتم گفته بیم دو هورایزن مادلی کرو بچه یوتیوب گفتن استادر تو پریویل میل منسون و این کامنتی که اصلا باعث شد ما برم سمت این داستان که من مفهوم underrated overrated رو بیام دیگه بار دیگه توضیح بدم و راجبش صحبت کنم توی یک ویدیو ولی جد از اینکه من اصلا باید یه همچی کاری ها میکردم چون یک کانتنت اصلا موزر تخمی داره توی یوتیوب ساخته میشه به عنوان overrated underrated که اصلا مفهوم داستان رو به کل گایده. این که به عنوان underrated مستادون اومد نوشت یه عزیزی و مستادون بندی که ماستیلیسنرش بالای یک میلیونه ماستیلیسنرش بالای یک میلیونه بالای 200 میلیون ویو داره ترکش رو هم و در صدر مین همیشه فعالیت کرده رو من نمیفهمم چرا باید بگی اوندریت یه بند دیگه چه انتظاری ازش دارید اوشال وایت آمونا ساباتون سیستم فدا میهم سیستم فدا لورنا شور جوداس پریس سوئن تول کورن لورنا شور این تا آخر هیچی اصلا بند سون اوریتد تمام واقعیت نمیپذیرم تول و کرن و سوئن و من خودم زیاد گوش نمیدم ولی تو ایران خیلی معروفه خیلی فکر کنم یکی از... از, کشوری که خیلی توش طرفدار دارن ایرانه خودشون هم اطلاع دارن ولی تول و کرن و من اصلا نمیپذیرم اصلا پولو چیجوری چی جوری اینا ریتدن من اگه بس تاثیر توی موزیک باشه و حالا چنج کردن اون سیستم تا اون موقع به بعد اون بند اگه تقسیم بشه کور نباید اصلا توی این داستان باشه کور خیلی خفن لورنشور متالیکا اوکی نظر بچه ها بود راجع به بنای اوبریتد بنده زیادی واقعا میشه اسپورت ولی دارم میگم مفهوم رو باید تو درک کنی که ببینی مثلا نسبت به این داستان این بند اوبریتده و یه مفهوم خیلی اشتباهی هم که کلا متال هدای ایرانی دارن خیلی نزدیکای خود من هم یه همچی داستانی دارن که من واقعا مخم کیری میشه وقتی که بحثم سمت اینجور چیزا میره اینی که هر بندی ویو بگیره یعنی اوبریتده خب این مفهوم کسشریه یعنی اگه قرار نباشه که هیچکی ویو نگیره و هیچکی کار نکنه که اصلا کسشر یعنی این چیزی که کلا متال هدا دارن و اینم دارم یکی از چیزایی که واقعا سردرد میاره واسه آدما آدم ها داستان که واقعا دوچار سردرد میشه حالا نه underrated به خاطر اینکه کلی بند که حالا زیر صد هزار تا ویو دارن ده هزار تا ویو دارن میان معرفی میشن به عنوان بند خفن ولی وقتی که میرسم تو overrated واقعا سردرد میگیره آدم تو هر کامیتی و هر زبونی یه بند ها مثال میزنن که آدم پشماش بریزه یک بند بعد چیکار کنه بهش بند خفن یعنی صرفا چون ویو داره او در شما نظرتون چیه و اینکه واقعا تو این داستان کوتاه نیاد یعنی انقدر کس شعر من دارم میبینم تو های مختلف راجع به داستان آن در و که قشن داغ میکنه آدم و اصلا کوتاه نیاد خیلی صف بزنید از ریشه هر که هر گفت راجع این مسئله رو واسه جمله آخر اگه پدردون بنده نمیشناسه معنیش این نیست که آن دو تا ویدیو